مکرمه بافی یه هنر قدیمیه که البته هیچ وقت قدیمی نمیشه و جدیدن هم که میبینید چقدر مد شده. سلام، سحر قورچیان هستم. میخوام این زیردیوانی خوشگل رو بهتون یاد بدم که برای سفره هفت سین سال 1401 استفاده بفرمایید. فقط یک گره داره. خیلی دقت بفرمایید، این اضافه کردنش هست که فقط مهم. زیرلوانه رو با این نخ می بافم. آکسفورد هستش، 250 گرم، 100 متر پنبهیه و ببینید تاب نداره، باز میشه، نرم تاب هستش. بعد که میخواییم شونه بزنیم قشنگ در میاد. اول باید نخامون رو برش بزنیم. ما 5 تا تکه نخ 75 سانتی برای ابتدای بافتمون میخواییم و یه تکه نخ دیگه که بیس کارمون قرار و چند تا تکه نخ دیگه که ما بین کار تو هر رج هر جایی که لازم بود باید اضافه بشه. خب اولی 75 سانتی، گفتم 5 تا. برای اون اضافه کردن ها هر رجی که پیش میریم 10 سانت کمتر میشه و نخ رو میبریم. این 5 تا رو میبریم میذاریم کنار و بعد دوباره من 4 تا 65 سانتی میبرم، 4 تا 55، 4 تا 45 و 4 تا 35. اگه کم اومد دوباره میبریم و اضافه میکنیم، حالا زیاد نیاد نخمون حیف بشه. بعد از اینکه نخا رو بریدیم، خب شروع میکنیم. این حلقه اولی هستش. اولین تکه نخا که 75 سانت موندن رو به این صورت دولا میکنیم. این قسمت دولا شده رو که حالت حلقه داره از زیر باف میبریم داخل این حلقه، روی این قسمتی که دوتا نخ روی هم افتاده به این صورت و ادامه نخ رو از داخل حلقه بیرون میکشیم. میکشیم تا گره شکل بگیره. به همین شکل بعدی ها کنارش. دقت بفرمایید که این حلقه حتما باید از زیر بیاد و بعد اضافه از داخلش رد میشه. رج اول رو که بافتیم بعد حتما باید یا این نخ رو چسب بزنیم به میزمون یا اینکه از زیر دستی نمدی یا موکت سفت یه چیزی استفاده کنیم که روش بتونیم سنجاق نگرد بزنیم، این ثابت بشه. مهم اینه که ثابت بشه و تکون نخوره. به همین ترتیب ستای بعدی رو هم اضافه میکنیم. قشنگ بکشید که یک دست باشه. چهارمی. و پنجمی که میشه آخری. بعد از اینکه 5 تا رو وصل کردیم میایم نخ بلندمون رو، اینکه سر نخ هست، این بر میگیریم میکشیم. سفت سفت باید بکشیم تا این حلقه کاملا جمع بشه. کمک میکنیم تا جایی که جا داره بسته بشه، این سوراخ بسته بشه که بسته شد. همونطور که گفتم این نخ میشه بیس کارم، این نخ بلندی که داریم الان تو دستمون هستش. از اینجا به بعد گفتم حتما باید دیتی که چسب بزنیم که من از چسب پهن استفاده میکنم. این نخ بلند میاد میره سمت راست قرار میگیره و ما بقیه نخ ها از زیرش رد میشه دونه دونه. ببینید این نخ سمت راست، این نخ از زیرش رد شد. حالا یه گره فرمانند، ببینید به این صورت، عدد 4 انگلیسی از روی نخ میاد رد میشه میره سمت راست، از زیرش رد میشه بیرون میاد. این نخ رو همچنان به سمت راست نگه میداریم، میکشیم تا گره شکل بگیره. یک بار دیگه حالت 4 انگلیسی،
نخ از دلش بیرون میاد. دوتا گره زدیم، میریم سراغ بعدی. دوباره نخ به سمت راست از زیرش بیرون میاد، گره فور. این نخمون همیشه باید این سمت راست بمونه، نخی که کشیده میشه. این نخهایی بودش که گره زدیم. یک، و به همین ترتیب پیش میره. رج اول نیازی به اضافه کردن نداره. با دستتون قشنگ این گره ها رو محکم کنید و مرتب. دست را بکنم جاشو عوض کنم که راحت تر تو دست بچرخ. دوباره باز این نخ رو همینطور سمت راست نگه میداریم، از زیرش رد میشه، گره فور رو میزنیم. دوتا روی هر نخ باید دوتا گره بزنیم. دقت بفرمایید کشش نخ و اینکه مرتب باشه. ببینید باید قشنگ بشینه کنار هم دیگه. یک دور کامل بافتیم، درسته؟ الان اینجا رو ببینید، از این گره تا بخوایم با نخ بعدی گره بزنیم یه فاصله افتاده که اگه ما یه گره بزنیم این فاصله رو پوشش میده. پس اون نخهای اضافه که بریده بودیم رو به ترتیب 65 سانتی رو الان باید انتخاب کنیم. ببینید باز از زیر میره، از داخلش رد میشه و روی این نخه که داره دور میزنه زیر بافت گره زدیم. این میاد اینجا، این فاصله رو پر میکنه. این نخ رو دیگه گره نمیزنیم، دوباره میریم از ابتدا. همون بافت تکرار میشه. میکشیم کاملا. این نخ رو هم حتما بکشید، با دستتون نگه دارید نخ سمت راستی رو. خب ببینید حالا همینطور که داریم میبافیم، هر جا رسیدید دیدید فاصله داره زیاد میشه، باز باید نخ رو اضافه کنیم. الان ببینید اینجا من 4 تا گره که زدم، یعنی 2 تا نخ رو گره زدم، ببینید باز یه فاصله خالی خیلی زیادی افتاده. یه نخ دیگه اضافه میکنم. به همین خاطر گفتم معلوم نیستش که چند تا بخواید اضافه کنید. هر جا که احساس نیاز کردید که فاصله خالی افتاده حتما یه نخ ببرید یا از قبل نخهای بریده رو استفاده بفرمایید. میکشیمش و میریم سراغ نخ بعد. این
نرخ اضافه کردن ها طوری باید باشه که این دایره یک دست و صاف و تخت باشه، نه چین بخوره اینقدر زیاد اضافه کنیم که چین بخوره، نه اینقدر کم باشه که حالت کاسه به خودش بگیره. خیلی مهمه، دقت بفرمایید. الان دوباره بعد یکی اضافه کنم. دیگه به همین شکل ادامه میدیم. نکته خاص دیگه ای نداره، همینطور باید ادامه بدیم. هر جا احساس کردید داره جمع میشه و یه فضای خالی افتاده، یه تکه نخ بهش اضافه کنید. درجه دوم هم تموم شد و 5 تا تکه نخ برد. من از اول میدونستم که قراره 5 تا تکه نخ ببره، اما خب گفتم شاید این بار جادو بشه 4 تا بخواد. دیدم نه نمیشه، با همون 5 تا، یعنی همون 5 تای اولیه هر رجی که پیش بریم 5 تا بعد اضافه میشه. من چند تا امتحان کردم همین 5 تا بوده. حالا شما هم امتحان کنید، حتما برام کامنت بنویسید که چند تا تکه نخ برای شما برد که راهنمایی هم بشه برای بقیه دوستان. به همین روش اینو ادامه میدم تا نخامون تموم بشه. و اینکه حتما گفتم روی جایی بذارید که بتونید با سوزن محکمش کنید. ببینید ردیف آخر رو که من کنار جلوی دوربین نبافتم خیلی تمیزتر شد، به این صورت بافتمون کامل شد. خب نکته ای که هستش، ببینید تا جایی ببافید که واقعا احساس نیاز کنید که فضا خالیه و نیاز به نخ هستش. خیلی متفاوت نخ میبره. و این که یه نکته ای دیگه، این اضافه کردن ها اصلا نباید پشت سر هم قرار بگیره. اگه روی یه نقطه قرار بگیره مثل همون گرد بافی یا سر عروسک که میبافیم چند وجهی میشه. باید به این حالت، حالت گرد رو به خودش بگیره. اینجا پایان کارمون هستش. با استفاده از یه قلاب نخ رو به پشت بافت میبریم. از رج پایینی پشت بافت بیرون میاییم و این نخ رو به پشت بافت. یک بار دیگه اینو اینجا محکمش میکنم. به این صورت. کاملا صاف. حالا باید بریم ریشه ها رو ببریم. این قسمت ابتدایی رو هم همینطور. اول یه دونه رد میکنیم که محکم بشه. بعد از این که محکم شد، انتهاش رو قیچی میکنیم. شروع میکنیم به قیچی کردن. 5 سانت میگیریم، یکم بلندتر بگیریم. بعد که شونه میزنیم دوباره باید قیچی بشه و صاف بشه. قیچی بزرگتر هم باشه که بهتر. به این صورت دور تا دور قیچی میشه. بچونه میشه. به این صورت باید کاملا تار و پود از همدیگه باز بشه. و بعد دوباره قیچی میزنیم تا سرشون صاف بشه. بگیرم تو دستم بهتره. قیچی من کوچیکه. قیچی بزرگی الان دسترس نیستش. صاف شد. دور تا دور رو همین کار رو انجام میدیم. به این صورت حالا یک بار دیگه دور تا دور رو قیچی میکنیم که منظم بشه. و اینم پایان کار. امیدوارم که ببافید و سال خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید.